سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما بیننده های عزیز، با خصوص محصلین عزیزی که همین لحظه ما را تماشا میکنین و برنامه فیزیولوژی را تعقیب دارین. آرزو میکنیم که انشالله مفید تمام شود و بتونین یک چیز استفاده کنین. آخرین زور ما مردم انشالله امی هست و کوشش میکنیم کتاب گایتون خط به خط بر شما برسانیم و در تلاش از این موضوع هستیم که گپای خوب خوب و بالاخره مفهومایی که در داخل کتاب وجود داره را براتون بگویم. بازم ما دکتر عبدالستار زرداد در خدمتتان قرار دارم. ما در برنامه گذشته خوشبختانه تختی ما هم موتور هنوز پاک نشده و مانده در مورد وظایف چی گفته بودیم؟ یکی از وظایف دیگه حجره که تولید انرژی از صحبت کرده بودیم و ای را بیان کردیم که انرژی در کجا تولید میشه. آمدیم در مورد از این محترمینی که گفتیم اگر ما نان میخوریم یا غذا میخوریم ای وارد دهن ما میشه، از دهن به میری، از میری به میده و بالاخره به روده و جذب حجرات میشه، از حجرات وارد خون و از خون به جگر میره، بالاخره به قلب، قلب شوتش میکنه به حجرات یا انساج بدن. اینجا غذایی را که ما خوردیم عمدتا سه ترکیبی که وجود داره، یکی شحم است، یکی پروتئین است، یکی همچی از کربوهیدرات. اینا له یا خود در خود دایجستیو سیستم هضمی یا خود هم گفته بودم با واسطه جگر. اینمی شحم تبدیل میشه به اسیدهای شحمی، پروتئین تبدیل میشه به فتی اسیدها، بسیار ببخشید، پروتئین تبدیل میشه به امینو اسیدها، شحم تبدیل میشه به فتی اسید یا اسیدهای شحمی و کربوهیدرات تبدیل میشه به چی؟ به گلوکوز. بعد از اینکه اینا تبدیل شدن، اینا میان وارد کجا میشن؟ دوران خون. از دوران خون اینا میرن به انساج بدن و وارد چی میشن؟ حجرات. این حاله در داخل حجرات امینو اسید ها و فتی اسید ها تبدیل میشه به اسید و استیک اسید. در ذهنتان پرتی نیره، امینو اسید ها و فتی اسید ها تبدیل میشن به اسید و استیک اسید، در حالی که گلوکوز در داخل سایتوپلازم تبدیل میشه به پایرویک اسید. و و و در این قسمت اینی اسید و استیک اسید و اینی پایرویک اسید هر دو میرن وارد چی میشن؟ میتوکندریا. وقتی که وارد میتوکندریا شدن، هر دوی از اینا تحت پروسه های کیمیاوی انزایماتیک واقع میشن و در نتیجه انزایم های مخصوص که بازیر پسان انشالله واسه صحبت خواد کردیم در تنفس حجروی اینمی امین اسید ها و بالاخره همی فتی اسید ها و بالاخره همی بچه بسار ببخشین همی پایرویک اسید و همی اسید و اسیدک اسید ما و شما وارد کرپ سایکل میشه و بالاخره ستریک اسید سایکل میگیمش و کرپ بر دوی شک معنا میتن. در نتیجه اینا تجزیه میشن به دو ترکیب که یکی از او کربون دی اکساید است و دیگه از او اتم هیدروژن. اتمی هیدروژن. و حال چی میشه؟ کربن دی اکساید از میتوکندریا وارد سایتوپلازم و از سایتوپلازم از حجره خارج میشه و با واسطه ترخ تنفسی به طور مثال از بدن دفع میشه. در حالی که وقتی ما میایم صحبت میکنیم در مورد هیدروژن، هیدروژن تبدیل میشه به هیدروژن آیونی و در نتیجه به همراه اکسیژن یک جای میشه و از او چی ساخته میشه؟ آب. عمدترین بحث اینجا هست که وقتی هیدروژن با اکسیژن یک جای میشه، آب میسازه، یک مقدار کافی انرژی آزاد میشه، اینجا ریلیز میشه انرژی. وقتی که انرژی آزاد شد، اینی انرژی میایه استفاده میشه و در نتیجه مولکول فسفت یا فسفریک اسید یک جای میکنه به همراه ADP. وقتی که رکتزی یک جای که در نتیجه مولکول چی ساخته میشه؟ مولکول ADP ساخته میشه. بحث اینجا بود و ما شما در اینجا برنامه را آف کرده بودیم. آل محترمه، یک چیز یادتان نره، در این قسمت همچنان ATP ساخته میشه. در کدام ناحیه؟ زمانی که این مولکول ها تجزیه میشن، مثال به استیک اسید یا به چی؟ به پایرویت، در این ناحیه همچنان ATP ساخته میشه. اما مجموعه ATP که در اینجا ساخته میشه چند فیصد است؟ 5%. در حالی که در داخل میتوکندریا با واسطه کرپ سایکل در حدود چند فیصد ATP ساخته میشه؟ 95%. یعنی هر وقتی که نقص در داخل میتوکندریا ایجاد شد، اینطور فکر بکنین که دیگه پاور هاوس یا خانه انرژی حجره تخریب از دیگه و در داخل حجره انرژی ساخته نمیتونه شده. زمانی که ما میتوکندریا را تشریح میکردم، اگه یادتان یک جمله باشه، بسیار باشین، یک جمله اگه یادتان باشه تو بیان کرده بودم، گفته بودم اونو حجراتی که به انرژی زیاد ضرورت دارن، اونا میتوکندریای زیاد دارن و یکی از صفات میتوکندریای نمی بود که سلف رپلیکیت میتونست شوه، یعنی میتونست که خودش تکثر کنه و چندین برابر شوه. یک موضوع، یعنی یک میتوکندریا دیگر بسازه. به خاطر چی؟ عیناً در داخل میتوکندریا دینی وجود داره و این دینی خود دوچند میکنه، میتوکندریا را دوچند میکنه، بازار کدام ازی باز دوچند و باز دوچند. یعنی یک میتوکندریا در یک زمان میتونه که چندین میتوکندریای دیگر بسازه
و دلیلش چی هست؟ نظر به ضرورت یک اجره است. یک اجره ضرورت زیاد به انرژی پیدا میکنه، میتوکندری ها زیاد میشه. ضرورت کم به انرژی است، دو میتوکندری دوباره رگرس میکنه، بالا اولش برمیگرده. و عمدترین وظیفه میتوکندری را دیگه حالا موضوع فهمیدیم که تولید چی هست؟ ATP. 95% ATP حجره باسته میتوکندری، 5% دیگه در داخل سایتوپلازم دا به واسطه پروسه گلایکولیز یا پروسه استاتیک اسید فرمیشن که است چی میشه؟ تولید میشه. حالا خواهیم با شما میریم بحث خود ادامه میتیم در مورد از ای که ATP چی رول داره. این را خود با شما داشت کردیم که ATP را کی ساخت بر ما؟ ATP را میتوکندریا ساخت. ساختمان ATP را اگر شما سعی کنین ای با کدام شکل است و ATP در بدن ما چی رول داره یک اندازه صحبت میکنم. توجه بکنین. اول خوب این کمو اصل چیز نشته کنیم. بعد از اون مولکول ATP چی هست؟ ATP میفهمین از چی گرفته شده؟ ATP از کلمه ادینوزین، تی ازی از کلمه تری و پی ازی از کلمه فاسفت ساخته شده. ادینوزین، تری، فاسفت. در اینجا چی هست؟ یک مولکول ادینوزین داریم و یک مولکول و سه مولکول فاسفت داریم. ما یک دانگه که از این رسم میکنم مشابه به این. شما سیل کنین در مولکول ادینوزین یک ادینین داریم، یک دانم رایبوز داریم. تو فکر کنین که اینی قند ما قند چی باشه؟ قند رایبوز باشه؟ مشابه به یک قند پنج کربونه هست، نه قند رایبوز. اینجا مولکول اکسیژن داره و و و در پهلوی از او مثلا در اینی قسمت ما و شما یک دانگک چی را داریم؟ مولکول ادینی نداریم که اینی رایبوز ما را جمع اینی قند بسار رو باشن جمع ادینین نام زیر میمانیم ادینوزین. وقت مولکول ادینوزین آل سه دانه مولکول فاسفت یک جای میشه سب با کدام شکل؟ به این شکل. اینی یک مولکول، مولکول فاسفت یک مولکول. باز به همراه ازی یک مولکول دیگه فاسفت وصل است، این محترمین دیگه مولکول و به همراه ازی یک مولکول فاسفت دیگه وصل است به این شکل. چند مولکول میشه؟ سه. در ذهنتان پرتین سه اصطلاح داریم. یکی ATP داریم. ATP به این مانا که ادینوزین سه فاسفت، تری فاسفت. اگر یک فاسفت شوار دارم دو تا از این بانه بازی تبدیل میشه به ADP، ادینوزین دای فاسفت، دو فاسفت. و اگر ایتور بگویم ادینوزین دای فاسفت و اگر ایتور بگویم که AMP ادینوزین مونو فاسفت، یعنی این دو دانه مولکول فاسفت هور دارین، یک تا ادینوزین میمونه یک تا فاسفت، ادینوزین مونو فاسفت، ادینوزین دای فاسفت و ادینوزین چی؟ سه فاسفت، ترای فاسفت. اینجا چه قسم است؟ اینی رابطه را میبینین محترمین به رنگ آبی رسم کردیم، اینی رابطه را به رنگ سرخ. حتی دادگان جایی که متوجه شوین بینی توی یک علامگه که تقریبا نشان میدن. میفهمین دلیل ازی چی است؟ دلیل ازی است که در اینی دو رابطه مقدار فوق العاده زیاد انرژی ذخیره است. ایره به نام های انرژی باندز یاد میکنن، های انرژی باندز، یعنی فوق العاده انرژی دارن، یعنی می روابط کیمیایی که در اینجا وجود داره و اگه این روابط مشکنه مقدار کافی چی ریلیز خواد شد؟ انرژی ریلیز خواد شد. به مو خاطر اینی علامه را در هر جایی که به حساب یک مولکول دیدین، یعنی یک رابطی را نشان میده که نسبت به دیگر روابط داره انرژی فوق العاده چی هست؟ زیاد هست. حال محترمین شما سعی کنین اینجا مقدار زیاد انرژی ذخیره داریم، اینجا زیادتر از او کرده کمتر ذخیره داریم و اینجا که باز است نسبت به هم کمتر است، بیشترین انرژی در این رابطه باز ذخیره میشه. این مولکول مولکول چی هست؟ ATP است. حتی در یک جای خواندم در کتاب ایتو نشته کرده بود که اگر شما یک مول ATP را در نظر بگیرین، یک مول ATP تقریبا 12000 کالوری انرژی داره. سو جالب یک جمله است. به حدی در اینجا انرژی ذخیره هست که اگر شما می ATP را یک مولش هم محاسبه کنین، یک مولی از این 12000 کالوری انرژی بر شما میده. حالا ATP چه به درد میخوره جان بدر؟
یک چیز یادتون نره، باز براتون یک جمله را اشاره میتومی که اگر شما شحم استفاده میکنین یعنی لیپید، اگر شما پروتئین استفاده میکنین و اگر شما قند یا کربوهیدرات استفاده میکنین، هر سه از اینا اتونیز دیگه که شما میرا خوردین به می برای شما انرژی بده. اگر کچالو خوردی باید کچالو انرژی بده، اگر گوشت خوردی به شکل گوشت جذب شوی انرژی بده. نخیر، تمامی از اینا اول تبدیل میشن به اجزای تشکیل دهنده ایشان، یعنی لیپید ها تبدیل میشه به فتی اسید، پروتین ها تبدیل میشن به چی؟ امینو اسید. کربوهیدرات تبدیل میشه به گلوکوز. بعد از اینا کلشان میره وارد کدام مولکول میشه؟ میتوکندریا. و میتوکندریا از اینا چی میسازه محترمین؟ ای تی پی میسازه. انرژی را که بدن استفاده میکنه ای تی پی. نه از امینو اسید استفاده میتونه بنیسه من به انرژی، نه از فتی اسید، نه از گلوکوز. تمام از اینا باید وارد کرب شوند داخل میتوکندریا و از کرب سایکل ای تی پی ساخته شوند. اینی مولکول ساخته شوند و بعد از او بدن قادر شوند تا بتونه این انرژی را چی کده باشه استفاده کنه. انشالله فهمانده تانسته باشم خود ای تی پی را که چی هست. آله وقتی که در بدن ما ضرورت به یک انرژی میشه، ای تی پی باز خوبی صحبت در کجا هست؟ خوبی صحبت در این هست که مولکول ای تی پی یک مولکول فاسفیت خودش از دست میده باسته یک انزایمی به نام ای تی پی ایز در هر جایی که وجود داشته باشن. توجه بکنین اینمی مولکول ای تی پی با واسطه انزایم ای تی پی ایز یا شاید انزایم های دیگه هم وجود داشته باشن، اینمی مولکول ای تی پی با تبدیل میشه با مولکول ای دی پی جمع فاسفیت، یعنی یک مولکول فاسفیت ازش جدا شد خیلی میشه ای دی پی و در نتیجه خیلی حتما دیگه مقدار کافی چی اینجا آزاد میشه؟ انرژی. این انرژی که از مولکول ای تی پی آزاد میشه باز در پروسه های مختلف بدن مورد استفاده قرار میگیره. مثال میگم همین انرژی مثلا در کجا استفاده خواهد شد؟ در پروسه ترانسپورت. بیشترین مقدار انرژی در یک حجره در ترانسپورت مولکول ها چی میشه به حساب مصرف میشه. مثلا ما حجره را در نظر میگیرم به این شکل، در حجرات یک دانه پمپ داریم ما به نام سدیم پتاسیم پمپ و در نتیجه ازی سه مولکول سدیم از حجره خارج میشه و دو مولکول پتاسیم داخل میگونه. خصوصا اونو حجراتی که وظیفه سیگنالینگ دارن، مثلا حجرات نسبتا کلان عصبی داره مقدار کافی از اینی پمپ هستن و میفهمین یک موضوع را که تقریبا 70-80% ای تی پی یا انرژی یک حجره با واسطه اینمی پمپ چی میشه؟ مصرف میشه. برلاوی از این، اینمی انرژی در بدن ما و شما در پروسه ساخته شدن یا پرودکشن، در پروسه پرودکشن مولکول ها خصوصا سنتز مولکول های پروتئینی اکثرا چی میشه؟ استفاده میشه. اینجا نوشتش میکنم در پروتئین سنتز یا در پرودکشن پروتئین و برلاوی از او که در پرودکشن پروتئین ها اینا مصرف میشه می انرژی. یک اکثرا وقتی که ورک اوتپوت گپ میزنیم، از ورک output گپ میزنیم، یعنی وقتی که ما یا یک حجره یک کاری را انجام میده بازم به انرژی ضرورت داره. اونم انرژی با واسطه کدام مولکول تامین میشه؟ با واسطه اینمی مولکول که ما شما نامش ماندیم کاکا ای تی پی. کاکا به خاطر میگم که اکثرا من سخت به اینمی موضوع علاقه دارم و ایره جدی بگیرین. همه این بحث یک خلاص بیان میکنیم بعد از یک وقت فقط گرفتیم. طوری که گفتیم مولکول ای تی پی، ای از کلمه ادینوزین گرفته شده، تی از کلمه ترای و پی از کلمه چی گرفته شده؟ فاسفیت. این مولکول ادینوزین است که از مولکول قلوی ادینین و رایبوز یعنی قند پنج کربونه ساخته شده و سه مولکول چی داره؟ فاسفیت. اگه دو تا داشت با ای دی پی میگیمش، اگه یک تا فاسفیت داشت با چی میگیمش؟ ای ام پی میگیمش. و گفتیم ما وقتی که غذا میخوریم فتی اسید، امینو اسید یا گلوکوز هیچ وقت بر ما انرژی داده نمیدانه تا زمانی که در میتوکندریا از چی تولید نشه؟ ای تی پی. ای تی پی باز با واسطه انزایم ای تی پی ایز تجزیه میشه و در نتیجه ای تبدیل میشه به ای دی پی جمع فاسفیت و یک مقدار کافی چی گفتیم آزاد میشه؟ انرژی. این انرژی که آزاد شده در پروسه انتقال یا ترانسپورت مولکول ها در دو طرف غشا صورت میگیره، مصرف میشه. در پروسه تولید، خصوصا تولید یا پرودکشن پروتئین ها زیادتر مصرف میشه و همچنان وقتی که حجره یک کار یا یک ورک را انجام میده در اون پروسه چی میشه؟ مصرف میشه. ان شاء الله بحث در بعد از یک وقفه ادامه خواهد داد.